الله الرحمن الرحیم و سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز می خواهیم صحبت بالای عملیه های ویکتوری کنیم. اول می خواهیم که عملیه ضرب اسکالر با ویکتور صحبت کنیم. عملیه ضرب اسکالر با ویکتور به این معنی است که یک اسکالر می خواهیم که با وکتور ضرب کنیم، یعنی یک عدد ضرب یک وکتور کنیم. فرض کنین ما یک خطکش بگیریم، فرض کنین یک وکتور داشته باشیم، وکتور A. ای است وکتور A ما. اگر وکتور A داشته باشیم، ما رو می خواهیم وکتور 2 را پیدا کنیم، یعنی 2 اسکالر از ضرب وکتور A میکنیم. مقدار از این رو میگیریم، مثلا مقدار شرط چقدر که بوده، مقدارش از ضرب 2 میکنیم، دو چندش میکنیم. اینجا باز رسمش میکنیم. فرض کنین مقدار از این دو چند شده، رسمش میکنیم، میدم این شده وکتور 2 شده. فرض کنین اگر بخواییم وکتور منفی 3 A رو رسم کنیم، وکتور C به این معنی که مقدار وکتور A را میگیریم، سه چند میکنیم، بازی را چی میکنیم؟ منفی به این معنی که جهت زیر تغییر میتیم ما. حالا وکتور C رسم میکنیم، چی میکنیم؟ جهت زیر تغییر میتیم با این. این شده که وکتور C. این بوده که عملی ضرب اسکالر با یک وکتور. این به این معنی که عملی ضرب اسکالر با وکتور به این معنی که وقتی یک وکتور داشته باشیم، وکتور A، می خواهیم که ای را ضرب اسکالر کنیم، یعنی ضرب 2 کنیم، 2 میشه مثلا هر چقدر مقدار از او بوده، که مثلا A اگر 10 سانتی بوده ضرب 2 میکنیم 20 سانتی میشه، رسم میکنیم 20 سانتی و جهت شما می جهت میدیم. اگر فرض کنیم منفی باشه، مثلا منفی 3، مقدار وکتور ضرب 3 میکنیم، فرض کنیم 10 سانتی است، 3 ضرب 10 میشه 30 سانتی و منفی به این معنی که جهت زیر چی میکنیم؟ خلاف جهت میتیم. سابسکرایب کردن کانال هم از یادتان نره.